سلام و درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. یه چیزی از دیشب خیلی ذهنمو به خودش مشغول کرده. به خاطر همین قبل از هر چیزی توی این ویدیو میخوام در مورد یه تابو باهاتون صحبت کنم. وریا که خودش یه فوتبالیست حرفه‌ایه میگه فوتبال مهمترین مسئله زندگیش نیست. پس برای ما طرفدارا هم نباید اینطور باشه. لطفاً قبل از اینکه قضاوت کنید با دقت به حرفام گوش بدید. کریم باقری بازیکنیه که از یه نظر شباهت زیادی به وریا داره. اونم اینه که بین طرفدارای هر دو تیم استقلال و پرسپولیس از محبوبیت بالایی برخورداره. ولی متاسفانه زندگی توی حکومت آخوندی انگار آقا کریم ما رو هم تغییر داده و اونو تبدیل به یه خائن کرده. امروز اسناد جدیدی از دستمزدهای نجومی و پرداختهای نامتعارف در دوران مدیریت عزیزی خادم رئیس عزل شده فدراسیون منتشر شد که بخشی از این اسناد مربوط به کریم باقری بود. طبق این اسناد باقری به عنوان مربی تیم ملی برای هر بازی مبلغ 100 میلیون تومان پول دریافت کرده که مجموع حقوقش برای 9 تا بازی تیم ملی شده 900 میلیون تومان. جالب اینجاست که مبلغ پاداشش از حقوقش هم بیشتر بوده و 915 میلیون تومان فقط پاداش گرفته. 52 میلیون و 700 هزار تومان ناقابل هم پول تو جیبی یورویی از منابع فدراسیون دزدیده. در مجموع به خاطر 9 تا بازی تیم ملی 1 میلیارد و 867 میلیون و 700 هزار تومان دریافتی داشته. حالا ما روندش میکنیم و میگیم 2 میلیارد. یه نکته رو همین وسط یادآوری کنم که یکی از بازی‌های تیم ملی رو که فکر کنم بازی با کره بود به بهونه کرونا پیچوند و رفت ترکیه تا کنسرت رفیق صمیمیش یعنی علی صادقی رو تماشا کنه. باقری حتی حقوق و پاداش مربوط به اون بازی رو هم که چیزی در حدود 200 میلیون تومان شده دریافت کرده. اینجاست که اون مسئله معروف یادم میاد که میگه آقای باقری در دیزی باز بود، حیای گربه کجا رفته بود. درسته که پول مردمه و ظاهراً حق مردم این روزا صاحب نداره، ولی دلیل نمیشه هر جوری که دلت خواست به جیب مردم و از اون مهمتر شعورشون بی احترامی کنی، ازشون بدزدی و بعدش هم انتظار احترام و محبت داشته باشی. من واقعاً نمیدونم چرا باید طرفدار کسی باشیم که جیره 2 میلیاردیشو از بیت المال میگیره و چشمشو روی گرسنگی مردمی که با حمایت همونا به اینجا رسیده میبنده. این همون تابویی بود که میخواستم در موردش صحبت کنم. باور کنید من تعصب رنگی ندارم. از شما میخوام بدون تعصب رنگی نظرتونو در مورد کریم باقری و حرفایی که زدم توی کامنت ها به هم بگید. اگه به صفحات شخصی آقای باقری دسترسی دارید لینک این ویدیو رو براش بفرستید تا این پیام من به گوشش برسه. این پولا در مقابل عشق و محبتی که از مردم ایران دریافت کردی هیچی نیست. قبل از اینکه به سرنوشت امثال علی پروین دوچار بشی پولای اضافی که گرفتی رو به جیب مردم برگردون و از همه معذرت خواهی کن. هوادارهای ترابزان اسپور ترکیه که تیمشون بعد از سالها مقام قهرمانی سوپرلیگ ترکیه دستیافت، بعد از برگزاری جشن شادی روی زمین و آسمون این دفعه یه کارناوال شادی زیبا توی دریا را انداختن و اینطوری از قهرمانی تیمشون لذت بردن. اون وقت همونطوری که دیروز توی ویدیوم گفتم 3 هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر ایران بدون تماشاگر شد تا استقلالی‌ها از برگزاری جشن قهرمانی 100 هزار نفری در استادیوم آزادی اونم بعد از 9 سال انتظار محروم بشن. بعد از مسجل شدن قهرمانی استقلال و در حالی که همه بازیکنان این تیم مشغول جشن قهرمانی بودند، وریا غفوری کاپیتان این تیم مصاحبه کرد و گفت تا وقتی که موضوع معیشت مردم وسط باشه دیگه فوتبال برام مهم نیست. صحبت‌های شجاعانه غفوری با واکنش‌های مثبت زیادی از طرف مردم ایران روبرو شد. آخرین واکنش هم مربوط به پیمان معادی بود که توی صفحه شخصیش نوشت افتخار می‌کنم طرفدار تیمی هستم که تو کاپیتانشی. بعد از دلاوری وریا غفوری یک کاپیتان استقلالی دیگه هم بالاخره سکوتش رو در مقابل ظلم شکست و اینگونه وضعیت موجود اعتراض کرد. بارم کشور ما بره به سمت تخصص‌گرایی. حالا میگم
من از تریبون استفاده میکنم و میگم که متاسفانه مردم ما خیلی تحت فشارن. نمیدونم پخش میکنید یا نه. آقای مسئولی که اشتباهی رفتی توی جای قرار گرفتی. واقعا یه سری آدم هستن شرمنده زن و بچه‌شونن، نون شبو نمیتونن برای خودشون در بیارن. من پیروز قربانی اگه اشتباهی یه پست گرفتم، به خدا قسم خیانت به ملتمه. وقتی نمیتونم کاری بکنم باید ول کنم و برم. آدمای متخصص بیان کارو انجام بدن تا مردم از این شرایط در بیان. به خدا ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم. اگه نرفو ندم نگم خیانت به مردم کشورم. واقعا اوضاع سختیه. امیدوارم که یه روز دست به دست هم بدیم این کشور بتونه توی جهان نمونه باشه. تهش اینه ما حرفمون رو باید بزنیم و واقعا دارم میگم دوست ندارم یه روزی اتفاق بیفته پیروز قربانی، امثال پیروز قربانی که این مملکت براشون هزینه کردن جمع کنم برن یه کشور دیگه زندگی کنن. بعد از پناهنده شدن دخترای وزنه برداری به آلمان، معاون وزیر ورزش گفت زادگاه انسان هتل نیست که وقتی سرویس و صبحونه خوب نمیدن اونو رها کنید و به یه هتل دیگه برید. سمیرا زرگری سرمربی پیشین تیم ملی اسکی زنان در واکنش به صحبت‌های عجیب آقای معاون این ویدیوی جالب رو توی صفحه شخصیش منتشر کرد. چند روزی هستش که هممون درگیر مسائل مشکلات ورزشکارایم و من فکر میکنم که این اتفاق جریان داشته باشه. یکی از مسئولین گفته بودن که ایران مگه هتل هر وقت دلتون خواست از ایران برین؟ بله، مثل هتلی شده که فقط مسافراش دارن زحمت میکشن و هیچ سرویسی از مسئولین هتل نمیبینن. خب هر کس هم ببینه اون هتل خدمات خوبی نداره از هتل میره بیرون. امیدوارم که یه روزی برسه که شرایط ایران درست بشه، هممون دور هم کنار خانواده، کنار رفقامون با عشقی که همیشه داشتیم به کشورمون عرق بریزیم و کار کنیم و به کشورمون خدمت کنیم، چون ایران زیباترین کشور دنیاست. ساکت الهامی سرمربی نساجی مازندران که یه هفته بعد از پیروزی تیمش مقابل آلومینیوم در جام حذفی از سمتش اخراج شد، دیروز روی آنتن زنده صدا و سیما با گریه گفت هواداره نساجی که با جون و دل براشون کار کرده بودم، اسم و تلفن و آدرس زنم رو دادن به طرفدارای عراقی تا اونا اذیتش کنن. شماره زن من و اسم زن من رو دادن به تماشاگرای عراق. برای اینم یکی دیگه از عجایب فوتبال توی کشورمونه که نباید باهاش کنار بیایم و سعی کنیم تا تغییر یا بهتر بگم اصلاحش کنیم. ماجرای همجنسگرایی توی فوتبال اروپا به شدت در حال رشده. امروز روز مبارزه با همجنسگرا حراسی بود و آلیانز آرنا استادیوم اختصاصی بایرن مونیخ به رنگ پرچم همجنسگرایی در اومد. جک دنیلز مهاجم تیم فوتبال بلکپول هم توی این روز همجنسگرا بودن خودش رو افشا کرد. این بازیکن که 17 سال سن داره گفت تا امروز همجنسگرا بودن خودم رو پنهان کردم چون نگران بودم این مسئله به فوتبال حرفه‌ایم صدمه بزنه. اما حالا به این نتیجه رسیدم که باید هویتم رو پنهان نکنم و خود واقعیم باشم. این دومین مورد اعلام همجنسگرایی بعد از سال 1990 میلادیه که جاستین فاشانو همجنسگرا بودن خودش رو افشا کرد. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از آن رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.